فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجب قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. احمد! احمد! تو برای چی اومدی اینجا؟ بشینم ببینم چه برای سر پسرم میاد. نباید میومدی. بهزاد! بهزاد جون! چرا اومدی اینجا عمو جون؟ عمو صادق چرا نیومدی سراغم؟ من دنبال تو میگشتم. اون دوستت منو آورد اینجا. عمو صادق اینقدر اذیتم کردن. پدرشونو دارم میارم. اون خونه داشت خفه میکرد. همش خدا میکرده بیا این نجات هم بدیم. اما اون دهنمو گرفته بود نمیذاری صدا کنم. باشه امو جون برو پیش امو. امو جون اونها پیدا شد. بریم پلوش. نه نه تو همینجا باش. بابا بهزاد بابا کجا بودی؟ بابا امو صادق و دوستش دارن دعوا میکنن. دعوا میکنن؟ تو برو پیش امو. یا مواظبش باش. از اینجا جایی نرینا. مطمئن باش اون بچه ی خودمه. اون پسر خودمه. بابا بابا بابا. ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چرا قاسم؟ چرا مارد؟ چرا میخواستی منو بکشی؟ من به تو حیبون چی کار کردم؟ بگو ببینم چرا میخواستی منو بکشی؟ ببینم اون دفعه زیر سر تو بوده. درسته؟ فیلم سینمایی داشاکل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1350. ماجرای قهرمانی ها و مردونگی داشاکل رو همه ی مردم شیراز میدونن.
یه حاجی شیرازی که زمانی با داشاکل همسفر بوده، قبل از مرگش وصیت میکنه که اون به کارهای زندگی و املاکش رسیدگی کنه. اما داشاکل در برخورد با خانواده حاجی ناخواسته به دختر حاجی دل میبنده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. گفتم این من سکی میخوشم اینجا آقایی باشی آقایی باشی باشی فیلم ستیز با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1355. امیر و مریم قرار ازدواج میذارن، اما اتومبیل مریم به دره سقوط میکنه و روزنامه ها خبر کشته شدن اونو منتشر میکنن. زری دخترموی مریم که به امیر علاقه داره، نامه هایی که مریم به امیر مینویسه رو از امیر پنهون میکنه تا خودش رو به امیر نزدیک کنه. مریم بر میگرده و متوجه میشه که امیر و زری به هم علاقه مند شدن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. برای کشتن من نقشه میکشی؟ این زن یه شیطونه، اون به تو دروغ میگه، حرفشو باور نکن، اون داره حقیقت از شما پنهون میکنه. حقیقت اینه که تو مسیح دوست وارد خونه من شدی و من تو رو دست به گریبان در حال خفه کردن سرم دیدم. این حقیقته. بربارا عزیزم، ببارش بارا، همین الان به کلانتری تلفن میکنم تا ببینم چی حقیقته چی دروغه، اونجا معلوم میشه. صبر کن، صبر کن ببینم چی کار داری میکنی. چرا نمیخوای بفهمی پیر مرد خرفت زن چند روز پیش با حق بازی منو دعوت کرد ویلا، اونجا پیشنهادایی به من کرد که شرم دارم به زبون بیارم. مزخرف نگو، من به پاک دامنی و شرافت زنم ایمان دارم و ایمان دارم که تو یه قاتل بی سر پا هستی. یالا از خونم برو بیرون. خیالم نکن به این آسونی ولت میکنم. من از دست تو شکایت میکنم، شکایت میکنم به عنوان یه دوست ناموس. هر قراری دلت میخواد بکن، ولی اینو بدون اگه خدایی نکرده یه مو از سر زنم کم بشه، میام اینجا خونه و زندگی تو به آتیش میکشم. بنایی به سرت میارم که از زنده بودنت پشیمون بشی. بی حیا، عجب دوره و زمونه ای شده. پسره را بهش کار میدی، محبت میکنی، اون وقت برای من توته میکنه، به زنم نظر داره. از کارخونه بیرونش میکنم، به خاک سیاه میشونم. قلبم سری سری قرصوی منو بیار. همین قرآنی که خودت تو بغلم گذاشتی قسم، من هیچ وقت به تو خیانت نکردم. تمام اون چیزایی هم که پشت عکس نوشته بود دروغ بود. مامان جی، نقاش ساختمان جوونی برای کار به خونه ی ارباب دیوانه ای میره.
زن نجیب و تنهای ارباب به تدریج به کارگر جوان نزدیک میشه. ارباب کارگر رو به قتل میرسونه و زن هم از شوهرش انتقام میگیره. بخشای از فیلم نفرین رو با هم تماشا میکنیم. Thank you.